سلام، حالتون چطوره؟ خیلی زود گفتم حالتون چطوره، نه؟ خیلی مخلصیم، دمتون گرم، امیدوارم که عالی باشید، سر حال، شاد، غبراق، ثروتمند، سعادتمند. وا 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 وا، هر چی که خوبه تو دنیا ایشالله که واسه شما باشه و همیشه تو زندگیتون جاری باشه. از همه مهمتر پشت و پناهتون خدا باشه. خیلی دمتون گرم، خیلی دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. یکی از سوالایی که امکان داره بچه‌ها که تازه کارن براشون پیش بیاد که آقا ما میگیم، هی داره میگیم آقا بزنبوراتون سر بزنین تو این فصل یا تو اون فصل بزنبوراتون سر نزنین. میپرسم آقا بزنبورامون سر بزنیم یعنی چی؟ آقا دقیقاً داره به ما میگه سر بزنیم. خب من الان میرم اینو سر میزنم، چیکار باید بکنم؟ توی این سر زدنه باید چه المانهایی رعایت کنم؟ باید به چه چیزهایی توجه کنم؟ این ویدیو راجع به همین موضوعه. پس قبل از اینکه ویدیو شروع شه امکان داره یه اینتروی کوچولو این وسط ببینین، یه لایک و کامنت باحال بذارین، سابسکرایبتون رو چک کنین. میریم که بیاییم. گرفت. بله، همین اولین کندو میریم سراغش. آقا میخوایم سر بزنیم، انقدر میگین سر بزنیم، بریم که سر بزنیم ببینیم چه خبره. در کندو رو باز میکنیم و دودی یادتون نره، حتی اگه زنبوراتون خیلی خوبن هم دودی با خودتون ببرین، چون دودی علاوه بر خاصیت آرام کننده زنبور یه خاصیت دیگه داره، مثل ضد عفونی کردن و تمیز کردنش، به خصوص اگه دودیتون با چوب روشن بشه. آقا این یه کندو ما داریم، خیلی وقت بهش سر نزدیم، میخوایم حالا ببینیم چه خبره. یه سری چیزها رو باید رعایت کنیم بچه‌ها. کندویی که ملکش تازه تعویض نیست، یعنی کندویی که داریم باهاش کار میکنیم خیلی وقته، یه فرقایی میکنه سر زدنش. اونم چیه؟ شما اولین گزینه باید سلامت کلی کندو رو بررسی کنی. سلامتی کلی کندو چجوری بررسی میشه؟ زنبور تو فعالیت. نگاه کنیم. زنبور در حال کار کردنه. فعاله. روی قاب‌ها الکی وای نستاده یا یه جا تجمع بیهوده نکرده. این اولین گزینه، یعنی سلامت جمعی کندو. عطر، بو. ببینید توی کندوتون چه بویی میده؟ بوی بد میده، بوی خوب میده؟ اگه باید بوی خوب بده، باید بوی موم بده، بوی عسل بده، بوی برموم بده، بوی اون شهدی که اون مدت غالبه بهش باید بده. بچه حواستون به اینا باشه، بوی ترشا نباید بده، بوی زننده بد نباید بده. دومین گزینه، اگر زنبورتون شربت خوره، شربت بهش میدین. شما بعد از اینکه یه روز کندوتون رو باز کردین نسبت به جمعیتی که به شربت روز قبل دین باید خورده باشه، باید شربتش رو خورده باشه نسبت به شربتی که بهش میدین. مثلا 2, 4, 6, 7 قابه، 7 قابه پر زنبوره. اگر شما به این 3 لیوان یا 4 لیوان شربت در طول روز میدین هر روز و میخوره، باید پس بعد ادامه بده به خوردنش، نه اینکه یه روز بخوره یه روز نخوره. اگه اینجوری باشه یعنی یه ایرادات کوچیکی داره. ایراد نه، امکان داره شهد منطقه خوب باشه، گرد منطقه خوب باشه، اگر اینا نباشه پس یعنی ایراد. بعد میریم گزینه بعدی. بچه‌ها اولین گزینه، شما باید از صحت تخمریزی کندو آگاه بشین که ملکه داره به صورت کامل تخمریزی میکنه یا نه. چجوری میفهمیم؟ اینو دیگه بعد شما کم کم شروع کنیم به باز کردن دونه دونه قاب‌ها. اصولاً قاب‌های اول، اصولاً نمیگم همیشه، توشون گرد و شهد داره، مگر اینکه خیلی تخمریزی حجمش بالا باشه، اون وقت شما روی قاب اول هم امکان داره تخمریزی ببینید. از همین قاب اول رو باز میکنیم، بچه ها نشون بدیم این قاب اول. ببخشید پاشو لغت کردم. این قاب اول باز میشه، همه شهده. بذار ببینم. آره، قاب اول طبق گفته همه شهده، توش تک و توک تخمه، یعنی اینکه تخم ریزی بالاه. ما تخمریزی ها رو قبلا نشون دادیم، شفیر و لارو هم نشون دادیم. شما وقتی که تخمریزی میبینین توی کندو، اولین گزینه که به ذهنتون میاد این که کندوتون ملکه داره، ملکتون سالمه. پس بچه هایی که دیدن و ملکه دیگه نیاز نیست زیاد بخوان سرک بکشن توی کندو تا ملکه رو پیدا کنن. یکی از گزینه های وجود ملکه همین وجود تخمریزیه که باید باشه، نباید قطع باشه. دومین گزینه این که بفهمیم ملکمون، حالا چجوری بفهمیم ملکمون سالمه یا مثلا تو صحت سلامت کامل داره کار میکنه، شما باید حداقل قابتون کامل تخمریزی داشته باشه، تخمریزی منظم. بچه ها این خیلی گزینه مهمی ها، خیلی گزینه مهمی. تخمریزی منظم یعنی این که ملکه شما داره کامل کار انجام میده و سلامته. ما باید الان بریم یه قابی رو پیدا کنیم
متوجه بشیم که ملکه ما حالا که تخم ریزی داره، این تخم ریزی منظم و درست است. نگاه کنیم، شفیره کامل. شما وقتی یه شفیره کامل پیدا میکنین، یعنی اینکه کندوی شما 99% از سلامتی داره و این سلامتیشو مدیون یه ملکه خوب، جوون که نه، حالا نمیشه گفت دقیقا جوون، یه ملکه خوب با سلامت و کار متناسبه و عادیه. بچه گول تبلیغات ها رو نخورین توی این فصل با وجود گرد و شد. این چیزا عادیه. امروز چند دوم راستی؟ 11 خرداد. 11 خرداد 1401. 1401. 11 خرداد 1401. یعنی ما تو خرداد ما با وجود گرد و شدی که کاش بده کرده، باز این تخمریزی رو داریم. اینا جنبه های تبلیغاتی نره بچه ها. اینا عادیه. باید توی کندوتون همچین چیزی وجود داشته باشه. حالا ما اومدیم شفیره رو دیدیم. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه برای سلامتی زنبور رو چک کنیم، وجود کنه. وجود کنه تو ویدیوهای قبلی ما گفتیم که چجوری بفهمین قرض کندوتون کنه داره یا نه، قبلا گفتیم. حالا میخوام یه چیز کوچیک و سریع بهتون بگم. یک، زنبور بیپر نبینین توی کندوتون. اگر زنبور بیپر دیدین، یعنی اینکه کندو آلوده به کنه هستش. دو، شفیرهایی که میبینین نباید سوراخ باشه، نباید ترک داشته باشه، نباید پوستریز باشه. پوستریز منظورم که روشون کنده شده باشه. وقتی که شما میبینین شفیرها کامل سالمه، یعنی اینکه کندو تقریبا سلامته. نباید کنرم روی بدن زنبور ببینین. اگر دیدین، یعنی اینکه کندو آلوده است. زنبور کارگر بچه ها منظورمه. این از نشونهای سلامتی زنبوره. آرامشم که 100% مدیون آرامش و مدیون وجود یک ملکه، نژاد خوب، تغذیه مناسب و جای به اندازه هستش. بچه دیدی؟ به همین راحتی شما میتونین تشخیص بدین و به همین راحتی میتونین بررسی کنین کندوهاتون. من یه قاب دیگرم به بچه ها نشون بدم و دیگه کندو رو اذیت نکنیم، چون یک تخم روز دیدیم، دو شفیرهای کامل رو دیدیم، گرد و عسل هم بررسی شده و سلامت و آرامش زنبور هم بازدید شده. میایم یه دونه دیگرم بررسی میکنیم. یه دونه زد منو بالاخره اذیتش کردم. میاریمش بالا. یه دونه دیگر هم ببینیم. خب بچه ها، الان فکر نگم تو ویدیو مشخص بشه، خونه هایی که خالیه پر داخلشون شفیره چی؟ داخلشون لارو و تخم روزه. دیده میشه سام؟ دیده میشه. آها. آره. این یعنی این که وقتی تخم روز هست، وقتی لارو جوان هست، یعنی اینکه کندو در حال فعالیت و ملکه سالم در حال فعالیته. مهم بذاریم قاب داخلم نشون بده. قاب داخلم یه دور نشون بده بچه ها. که شفیره کامله. بچه ها وقتی میگیم قاب زنبور، منظورمون این جمعیته. دو طرف پشت رو زنبور باشه. شما وقتی که تخم روز رو دیدین داخل کندو، دیگه نیازی نیست برین باز کنین تا ملکه رو پیدا کنین. بچه ها دیگه اونقدر احتیاج نیست، مگر اینکه شما تخم روز نبینین یا تخم نر ببینین توی قاب ها، توی حجره، اون وقت شما باید از صحت وجود ملکه اطمینان پیدا کنین. ولی وقتی من دارم توی قاب ها تخم روز میبینم، لارو جوون میبینم، آرامش کندو رو میبینم، کار زنبور رو میبینم، دیگه مطمئن میشم که کندو ملکه داره و ملکهش سالمه. به خاطر همین میگم بعد از بازدید دیگه زیاد ور نرین با کندو. منظور از ور نرفتن همینه بچه ها. شما وقتی اولی نکات اولیه رو رعایت کنین، دیگه متوجه میشین که به داخل کندو چه خبره. خیلی مخلصیم. شربت آخرم به بچه ها. این همیشه نکته آخر ویدئومون هست که بچه ها کندوهایی که باش ور میرین، شربت تشویقی یادتون نره تا کندو از شوکی که بهش خورده خلاص بشه. میچسبیم دوباره قاپا رو سر جای اولشون. بچه باید حتما قاپا رو بچسبیم. قاپا رو کامل بچسبین. اینم اگه تونستین بتکنینش، بذارین وقتی که شربت میریزین زنبور نمیره داخلش. گناه دارن، زنبور کارگرن و هیت دیگه. بالاخره یه زنبور یه کوچولو شربت هم بهش میده. آقا پیام یه کوچولو بدیم واسه تشویق. اینم از این. خیلی مخلصیم، دمتون گرم، خیلی خوشحالیم که همیشه هستین، دوستتون داریم. خدا نگهدار.